روش نوشتین خوبه که هستی، مگه نه؟ نیازی نیست بفرستین آقا خلیل، من خودم میام میگیرمش. نهایت تا 20 دقیقه دیگه اونجا میبینمتون. اصلی من دارم میرم. باشه، خسته نباشی، برو. آدرس رو پیدا نکردیم بهت زنگ میزنیم. دیگه پیدا کردن اونجا که کاری نداره. زیاد شیرینی نگیری یا ما تو رژیمیم، چاق میشیم. راستی اولجای، نوشیدنیم زیاد بگیر که تا هاکان میاد تموم نشه. باشه، میبینم. خدافظ. خسته نباشی. زود بیا. اول جای، تو چرا اومدی اینجا؟ من میومدم دنبالت. اول جای، اول جای، یه دقیقه وایسا. نرو اول جای. خوبه، این کمد کاملا مناسب شماست. داخلش هم چند تا طبقه میزنید. سمت راستش هم سینان پیراهنشو میذاره. کراواتش هم اینجوری کنارش. مگه نه سینان جون؟ بله، بله درسته. ولی من میگم کل پیراهنا و کراواتای سینان سمت راست باشه، این طرفم مال من باشه. همه این طبقه بندی‌ها رو میتونین خودتونم طراحی کنید یا اگه خواستید بشینیم با هم توی سیستم طراحیشون کنیم. آها، ببین اینم فکر خوبیه، میشینیم با هم فکری هم طراحی میکنیم، متوجهی؟ خوبه. مگه نه سینان؟ جانا؟ سینان جان، خوبی؟ یکم انگار حالت خرابه. راستش من الان یادم اومد باید برم دفتر رو یه پرونده بردارم، توش اسناد مهمیه. مادر جان شما با ابرو بگردین، من باید برم. چه خبره؟ چت شده؟ ابرو من دارم اذیت میشم، باشه؟ اینجوری انگار تحت فشارم. یعنی چی که تحت فشاری؟ خوب گوش کن ببین چی میگم. تو بی خیال من شو. با مامانت بشین تصمیم بگیری که پیراهنا و کرواتای منو کجا بذاره. یا اصلا این کارو کنیم. مامانت بیاد یه سری از لباساشو بذاره تو کمد ما. اینجوری دیگه هر وقت بخواد میتونه راحت تو زندگی ما سرک بکشه. زن بیچاره فقط میخواد کمکمون کنه. نظرشو میگه، نظرشو. این که به مامانت نزدیک باشی با اینکه مامانت بخواد تو هر زمینه‌ای دخالت کنه فرق میکنه. تو چی داری میگی؟ اون مامان منه، داره کمک میکنه. من تو رو درک میکنم ابرو، واقعا میگم. تو از اون دخترایی هستی که وقتی ازدواجم میکنن از کنار مامانشون جم نمیخورن، مگه نه؟ نه به پارسال که داشتین همدیگه رو لتو پار میکردین و همش دعوا بود، نه به الان که از بغلم تکون نمیخورین. شما میخواین زندگی منو سیاه کنین. به خدا مگه چی شده حالا؟ تو چت شده؟ ابرو نمیشه، نمیتونم، میفهمی؟ نمیشه. ما تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم ولی انگار همه چیز داره خراب میشه. من دیگه نمیتونم، اینجوری به هم فشار میاد. من باید برم. خداحافظ. سینان، سینان،
دختر واسه چی اومدیم اینجا؟ اصلا حوصله ندارم. اومدیم که یکم هوامون عوض بشه دیگه، بشین. داداش ولش کن. خوب شد اتفاقا. خوب کاری کردی این بارم دست رد به سینش زدی. کی دست رد زده پسر؟ این مثل سگ همش دنبال دختره بود. بعدش هم که یه دفعه به سرش زد گفت میخوام ازدواج کنم. چیکار کنم خب؟ اون موقع به نظرم کار درست. داداش من نمیشه که یه دفعه بعد 2 سال منصرف بشی. میشه داداش. دیگه به اینجام رسیده. ابرو کلن عوض شده. یه دفعه تبدیل شده به زنی که اصلا نمیشناسمش. خدا میدونه بعد ازدواج چی میخواست بشه. منو ببین. خیلی خوب کاری کردی. این یه چرتی میگه. پسر تو هم بد دشمن ازدواجی ها. خب آخه ازدواج کنه که چی بشه؟ من بهت میگم. دیگه نمیتونستیم حتی ببینیمش. چرا؟ چون خانوم خوش نداره شوهرش با دوستای مجردش باشه. یعنی من و تو. بارا بابا. تو فقط چرت و پرت میگی. امروز نشستیم حرف زدیم. ولی خیلی بد پیش رفت. دیروز هیچی نفهمیده بودم، اما امروز همه چی رو توضیح دادم. گفتم هیچ حرفی باهات ندارم. چون خودت همه چی رو تموم کردی. گفتم اگه می اومدی می گفتی از کسی خوشت اومده یا با یکی دیگه تو رابطه ای، خب اون موقع رفتارم خیلی فرق می کرد. بهش گفتم رابطه ی احساسیمون دیگه تموم شده. بهونه ی ازدواجم برای طولانی کردن این رابطه انداختم وسط، ولی خب باور نکرد. به هم گفت رابطه جدی نبوده. بهونه ی مردایی که مچشونو می گیرن. به هم گفت خیلی برام با ارزشی. خیلی. اونم با گریه. گفتم مگه میشه جدی نباشه؟ رو همه چیز چشمتو بستی. تو روز روشن زنه رو راضی کردی، آوردی خونت، بردی رو تختت، برنامه ریختی. گفتم خودتو بیشتر کوچیک نکن. زود خواستم آرومش کنم اما فایده ای نداشت. اون لحظه از خودم متنفر شدم. واقعا خیلی حس بدی بود داداش، اما خب چیکار کنم؟ من به خاطر جفتمون این کارو کردم، وگرنه بعدن خیلی ناراحت می‌شدی. من اینو حس کردم، آینده‌مون رو تصور کردم. میگفت شیطون گولم زده. خیلی تحت فشار بودم. بعدش گفت منو ببخش. باید تحمل می‌کردم. منم گفتم دیگه رابطه‌مون مثل قبل نیست. فقط داشتیم وانمود می‌کردیم خوبی. گفتم کاش اینجوری تموم نمی‌شد. کاش این شجاعتو داشتم قبل از این ماجراها این رابطه رو تموم میکردم. اما خب مامانت باعث شد با چشمای خودم واقعیتو ببینم. داداش به خدا اون قسمت مامانه رو گل گفتی. خب پسر، تنها دلیل به هم خوردن ازدواج تو ترکیه مامانان به خدا. راست میگم، فرقی هم نداره طرف پسر باشه یا دختر. مامان ترکان این حرفتو نشنوه فقط. خب بذار بشنوه. خیلی با مامان ابرو خوب بودن، فقط کم مونده بود هم دیگه رو خفه کنن. دیگه چیکار کنیم؟ از هر طرف نگاه کنی آخرش من نجات پیدا کردم. داداش دقیقاً همینه. سفته مامانم قبل از مرگش بهم میگفت مردی رو انتخاب کن که به جای همه دنیا فقط دنیای خودش رو بهت بده، چون برای تو همون کافیه. ای بابا بگذریم. اومدیم اینجا هوامون عوض شه مگه نه؟ ولشون کن. دختر من دارم میترکم، برم بیام. بعدش میخوام یه چیز مهمی بهت بگم. باشه. عزیزم. آقایون امشب این مرد میخواد بره هوا. کی بازم میخواد ها؟ واسه منم بگیر. یه دونه دیگه به من میدی لطفا؟ ببخشین. تلفنتون داره زنگ میزنه. ببخشید. خب حالا که چی؟ اذیتتون میکنه؟ منم اذیت میکنه. نه من گفتم شاید صدای تلفنتون رو نمیشنوین، برای همین مزاحمتون شدم. متاسفانه میشنوم. میگم اگه تلفن زنگ میخوره و بر نمیداری فقط یه دلیل میتونه داشته باشه، اونم احتمالا یکی بد دلتو شکسته. درسته. ممنونم.
انگار دل شما رو هم شکوندن. آره ولی فکر کنم من امروز با کارم دل اونا بدجوری شکستم. ببین چی میگم، بیا شماره هاشونو برای همدیگه بفرستیم، خودشون مشکلشونو با هم حل کنن، ما هم راحت شیم. از قدیم گفتم بهترین راه فراموش کردن یه نفر اینه که یکی دیگر رو پیدا کنی. خب نکنه تو هم داری همون کارو میکنی. نه من اینو برای اونا گفتم. ببخشید سیف، تو اینجا چی کار میکنی؟ سینان خودت اینجا چی کار میکنی؟ تو الجایی رو میشناسی؟ نه ولی الان تو گفتی الجایی، پس آشنا شدیم با هم. آها ببین همدیگه رو پیدا کردم، پس یعنی جفت همن. چی گفته بودم بهت ها؟ تو نکنه داری به دوست من نخ میدی؟ نه جونم همچین قصدی ندارم، البته فعلا. آقا سینان همکار منه، البته دو هفته دیگه داره ازدواج میکنه. من اینجوری فکر نمی کنم سفدا. یعنی چی؟ سفدا راستشون قضیه منتفی شد. نه بابا. داداش ما همین امروز داشتیم پول جمع میکردیم براتون کادو بخریم. باشه خب شما حالا جمع کنین، شاید لازم شد بعدا، بذارین کنار بمونه. چی؟ یعنی چی که حس نزدیکی داشتی؟ بعضی وقتا یه جوری میشه که انگار یه آدم و هزار ساله که تو زندگیت میشناسی. اینم یه همچین چیزی بود، انگار که چند سال همو میشناسیم، بعد یه تصادف کردیم و فراموشی گرفتیم. الانم وقتی همو دیدیم انگار کم کم داره یادمون میاد. نه بابا ویسکی رو اون خورده، ولی انگار تو رفتی فضا. چه فضایی سفده؟ فقط یکی دو ساعت درد خودم رو یادم رفت، اما به نظرم آدم خوبی بود. یه چیزی هم گفت که تو نشنیدی. چی گفت؟ برای فراموش کردن یه نفر باید یکی دیگر رو پیدا کنی. والا نمیدونم، ولی فکر نکنم در مورد سینان اینطور باشه. آخه خودت ببین هنوز یه روز نگذشته شروع کرده، این مرد از اولم چش چرون بود. ابرو نامزد قبلیش که ازش جدا شده، همه کار کردینه پیش خودش نگه داره. بابا اینا یه چند وقت دیگه میخواستن ازدواج کنن، هنوز باورم نمیشه. نه آبجی از این هیچی در نمیاد، نه. یکی باید باشه که همه جوره مرد باشه، ولی این نه، این اصلا نمیشه. دختر بیچاره. کدوم دختره؟ ابرو دیگه، نامزد قبلیش. آره خب گناه داره. آره خب نباید به این مردا دوست داشتن رو نشون داد، ولی اونم همش نشون میداد. مردم فرار کرد و رفت، مرد دیگه، اسمش روشه. چه خبر؟ آی ترسوندیم. چشترون بگو ببینم حال سری جاش اومد. برداشتی به همه گفتی نامزدی ما به هم زدم، از صبح دارم فقط به همه توضیح میدم، اینو میدونستی؟ خب بابا بالاخره میفهمیدن. آره خب ولی میبخشمت، بالاخره دوست صمیمی الجایی. گولتو نمیخورم، میبینم که حلقه رو در نیورده به روزای قبلت برگشتی. من دوستم و تومیه تو نمیکنم. چرا داری واسه خودت داستان میبافی؟ چه ربطی داره؟ من قصد بدی ندارم، فقط یه سیدی براش آماده کردم. دیروز پشت تلفن صداش خیلی بد میومد، به خدا خیلی براش زحمت کشیدم، همه کارم رو هم تلمبار شده. خواهش میکنم. آخه سینان این چیه دیگه؟ مگه ما دبیرستانی؟ داداش مگه چیه؟ دلم خواست انجام بدم. نه من همچین کاری نمیکنم، بیا بگیر سیدی. نه نمیتونم بگیرم، لطفا خیلی کار دارم باید برم. سینان عجب گیری کردی ما. الجای تو هنوز داری گریه میکنی؟ بابا مردا که اصلا لیاقت عشقای تو رو نداره، گریه نکن دیگه. ای بابا عزیزم اینجوری نکن، منم ناراحت میکنی. سفدا گفتنش راحته، پارسالم تو اینجوری شدی. آره خب ولی ببین میگذره، تازه منم خیلی دل شکوندم. زندگی همینه دیگه، دل میشکنی
دلت میشکنه؟ هیچی تلختر از این نیست که بفهمی برای یه بیلیاقت از خودت گذشتی. عزیز دلم، به نظر تو اینجوریه چون داغت خیلی تازه است. اولجا، این وضعیت همیشه ماست. یه سال خودم رو گول میزدم، ولی بعضی هم اینو بعد 21 سال میفهمن. سفتا هیچی حالم رو خوب نمیکنه. وقتی بهش فکر میکنم دیوونه میشم، کل بدنم داغ میشه. قهقه های اون زنه، حیوان گفتنش. زنه هم عجیب بودا، خودشو کادی تولد کرده بود. ببینم روبان قرمزم بسته بود دور خودش. مسخره بازی در نیار. والا تو این زمونه دیگه کسی عاشق نمیشه، هر کسی دنبال منفعت خودشه. شاید الانم داره با یکی دیگه خوش میگذرونه. نه، تا یادش بره، تا آروم بشه. راستش اصلا قصد نداشتم بدمش، ولی تو دیگه شورشو در آوردی. نمیدونم، شاید حالتو خوب کنه. این چیه؟ سینان فرستاده، گفت شاید گریاتو بند بیاره. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتیمنت. برام سیدی آماده کرده. یکم تاکتیکش قدیمیه، ولی خب خیلی رومانتیکه. شمارش رو به هم میدی؟ چی؟ تو شمارش رو داری؟ شماره کی؟ سینا؟ اولجای دارم، ولی آخه لزومی نداره. به هم میدی؟ لطفا عزیزم، بهش علکی رو نده، خواهش میکنم. سفتا، به هم بده. الو، سفده، منم میخواستم بهت زنگ بزنم. به نظر تو گریه میتونه گریه رو بند بیاره سینان؟ اول جای، میدونی باید محکم به زمین سخت بخوری تا بتونی دوباره سر پا وایسی. بیشتر گریه کن تا چشمات خشک بشن. بعضی وقتا آدم ها با گریه کردن خوشگلتر میشن. در موردت میگن بی احساسی، چشم چرونی، شکارچی زنایی. میدونم، واسم حرف زیاد میزنن، ندیده و نشناخته قضاوت میکنن دیگه. حتی اونقدر امیدشون از زندگی از دست دادن که میگن دیگه کسی نمیتونه عاشق بشه. آره، همینو میگن. ولی هیچ کس نمیدونه از وقتی که تو رو دیدم تو چه فکریم. به چی فکر میکنی؟ لحظه اولی که تو رو دیدم مثل الان بغض داشتی. دوستاشم بغلت کنم، همون اول، بدون اینکه فکری بکنم، بدون اینکه به شبش فکر کنم، فقط بغلت کنم، بدون اینکه لختتو تصور کنم. بابت سیدی ممنونم. بازم به هم زنگ میزنی؟ تا بیشتر گریم رو در بیاری؟ من گریتو در نمیارم. این الان قوله؟ خواستمه. چه خواسته ای؟ خواسته ی آشنایی بیشتر برای گریه نکردنت. از کجا بفهمم واقعیه؟ نمیتونی بفهمی، هیچ کس نمیفهمه. اگه کسی میفهمید که دیگه هیچ کس به کس دیگه نزدیک نمیشد. امیدوار کننده بود. دقیقاً. فردا میای سر کار دنبالم؟ سفدا آدرسو برات میفرسته. امم
اگه ناراحتش کنی تو این شرکت بیچارت میکنم، فهمیدی؟ مجبور میشی استعفا بدی. اگه ناراحتش کردم، این دیگه برام اهمیتی نداره. خسته نباشی. تموم شد؟ یا بازم اشکت میاد؟ یه ذره دیگه مونده. خوبه، اومدم تمومش کنم. تو از کجا اومدی؟ یعنی چجوری اومدی اینجا؟ با ماشین اومدم، تازه سفیدم هست. مثل قصه پریه، مگه نه؟ مثل آخر فیلمای رومانتیک. ولی مال ما تازه شروع میشه. اسم گلش چیه؟ منو یادت نره. مگه همچین گلی وجود داره؟ انگار هست. افسانه ها میگن که خدا وقتی همه گلا رو درست کرد رو هر کدوم یه اسم گذاشت. ولی این تفلکی رو یادش رفت. اینم رفته یه گوشه وایستاده تا اینکه صبرش تموم میشه و داد میزنه خدایا خدایا منو یادت نره. خدا هم گفته آفرین بهت. اسم تو هم همین بشه. گل منو یادت نره. برای کسایی که نمیخوان از یاد بره. الان دیگه دقیقاً مثل قصه ها شد. چقدر بده یه انتخابی بکنی ولی همش ذهنت پیش اون یکی انتخاب باشه. والا من که از انتخابم راضیم. فکر نکن شجاعتتو تحسین نمی کنم. خب کار تو از من شجاعانه تر بود، چون ابرو نسبت بهت کار اشتباهی نکرده بود. ولی فکر کن اونم مثل این دختر توی فیلم برمیگرده پشت سرشو نگاه میکنه، میبینه چیو از قدم انداخته، چیزی که آرزوشه نه اونی که منتظرشه. تو الان داری چی کار میکنی؟ اصلا حواست هست ما این چند ماهو بالاتر از رویاهامون داشتیم زندگی میکردیم؟ تو این زمونه مگه چند نفر میتونن اینو تجربه کنن؟ وقتی این همه حرف داریم با هم بزنیم، تو میایی در مورد ابرو ازم میپرسی؟ اگه یه روز برگردی پشت سرتو نگاه کنی، ابرو هنوزم اونجاست؟ هیچ وقت این اتفاق نمیفته. هنوزم بهت زنگ میزنه؟ آها، همینه، سوال اصلی اینه. نه، زنگ نمیزنه، تمومش کرد. آدم بده یه قصه من نیستم الجای، چون من با گذشت زمان فهمیدم تصمیمی که گرفتم چقدر درست بوده. خب ما مناسب هم نبودیم. اگه ادامه می دادیم به اون ظلم می شد. من هیچ وقت ابرو رو گول نزدم. فکر نکن بهت حق نمی دم. فقط یکم کنجکاو شدم. تو هم حاکان از ذهنت پاک کردی؟ تو اون زمینه کاملا موفق بودی. پاک شد. رفت. میخوام تو رو با مامانم آشنا کنم. مطمئنم عاشقت میشه. پس منم باید اینجا تو رو با بابام آشنا کنم. آره. اینجوری کمبودای زندگی همو پر میکنیم. تو مامان نداری، منم بابا. شاید از همدیگه خوششون بیاد. اینجوری مثل فیلمای ترکی جفت جفت عقد میکنیم. نظرت؟ نه؟ مسخره بازی در نیار. بابای من واقعا یه مرد باحال و بروزه. حیف شد، چون مامان من اصلا اینجوری نیست. اما از اونجایی که تو رو به دنیا آورده، پس زن خوبیه. پس اینجوریه. تو واقعی؟ نیستم. پس میرم. مگه من میذارم بری؟
ببین این بابامه، مثل کوه یه مرد سخت بود، اما خب از بینمون رفت. برادرم گوکان وقتی تو تصادف مرد بابام دق کرد، غم دوریشو طاقت نیاورد. مامانم یه زن خیلی قوی بود و برای بزرگ کردن من همون جوری هم موند. یکم جدیه فقط، ولی تو اصلا به خودت نگیر. باشه؟ باشه پسرم. سلام ترکان خانم. خوش اومدید دخترم، بفرمایید بشینید. پسرم خیلی دلم برای تنگ شده بود، بیا بشین اینجا کنارم. نه مامان جون، من اینجا روبروتون میشینم، اینجوری همدیگه رو بهتر میبینیم. باشه؟ اول جایی که بهت گفته بودم. آره دخترم، شما چطورید؟ خوبم، خیلی ممنون. شما هم عالی به نظر میرسین. حالا من عالی باشم چی میشه؟ ابرو چطوره؟ نمیدونم مامان، از کجا بدونم؟ حدود یک ماه پیش اومد پیش من نشستیم و یکم حرف زدیم. اومد پیش تو؟ برای چی اومده بود؟ خب دلتنگم بود، یکم درد دل کردیم مثل قبلنا. دخترم شغلتون چیه؟ دکوراسیون، در واقع معماری، طراحی داخلی و اینا. خونتون خیلی قشنگه، وسایل با آدم حرف میزنن. واقعا مثلا چه حرفی دارن؟ میگن ما خیلی قدیمی و دموده ایم؟ مامان نه، اتفاقای خوبی رو تجربه کردن، شاهد خیلی از شادیا بودن. خب یکم قدیمی به نظر میرسن ولی انگار پر از احساسن. عجب. پسرم از شغلتون به هم گفته بود ولی انگار من خوب متوجه نشدم. شما به وسایلا نگاه میکنید و میگید چی و کجا بذارن و چی و کجا نذارن؟ یه چیزی تو همین مایه ها. یعنی آدما نمیدونن وسایل خونشون رو کجا بذارن و میان از تو میپرسن؟ آره همینطوره؟ مامان دو دل میشن، منم کمکشون میکنم. به این کار شما میگن شغل؟ از یه زمانی به بعد بهش گفتن شغل. مهمه، مهمه که چی با چی به هم میخوره، درسته؟ ما بریم، به یکی از دوستامون قول دادیم. اما آخه پسرم اینجوری که نمیشه. میشه مامان جون، میشه، مگه چی میشه؟ ما بازم میایم، تو نگران نباش. به ابرو سلام برسون، بهش بگو به منم یه سر بزن. یعنی واقعا که مامان، من دیگه بهت چی بگم؟ بریم. از آشناییتون خیلی خوشحال شدم ترکان خانم. نظرتون چیه چند روز دیگه با هم یکم قهوه بخوریم؟ مثلا سه شنبه این هفته. خوبه. البته که خوبه. خوبه پس. مراقب خودتون باشین. آره ابرو رو دوست داشت، انگار هنوزم دوستش داره، ولی آخه من از کجا میدونستم میخواد اینجوری رفتار کنه؟ خودتو ناراحت نکن، از کجا میخواستی بدونی؟ مامانتم تازه منو دید، طبیعیه که یکم مادر شوهر بازی در بیاره. با ابرو خوب بوده پس؟ آره بابا با هم خوب بودن، حتما اونو همسط خودش میدید. یا مثلا فکر میکرد منو اون جمع جور میکنه، چون از نظر اون من هیچ وقت بزرگ نمیشم. البته اینم هست که خانوما همیشه ما مردا رو بزرگ میکنن. ما خانوما از فکر آدم کردن آقایون خیلی خوشمون میاد. عاشق اینیم که وقتی شما مثل یه مرد رفتار میکنین بگیم من اینو با خون دل به اینجا رسوندم. اوه بالاخره یه زن اینو اعتراف کرد. خب چیکار کنیم اگه شما رو به حال خودتون بذاریم که از 45 سالگی تازه بالغ میشین. پس باید هر چی زودتر راهی بشیم.
چطوره؟ ببخشین من زیاد کار با میکروفون بلد نیستم. والا داداش من بچه هم بودم نمیتونستم یه شعر بخونم. حفظیتم افتضاح بود. اوف. خب امروز اینجا برای یه اتفاق خیلی قشنگ دور هم جمع شدیم. من و الجای 3 ماه پیش اینجا با هم آشنا شدیم. حتی دقیقا همینجا با سفدا نشسته بودن اون شب. و من با کسی آشنا شدم که کل زندگیمو تغییر داد. و در طول این 3 ماه 14 روزشو بدون اون گذروندم و این منو نابود کرد. باورم نمیشه روزایی که همو ندیدید و نشسته شمرده. خود هستم بهش فکر نکردم. داداش اینا تو 3 ماه فقط 14 روز همو ندیدن. به خدا زن و شوهر کمتر هم دیگر میبینن. تو این 14 روز تو 14 روزی که بدون اون گذروندم از فکر این که الان داره چی کار میکنه عقلم از دست داده بودم. خب به نظرتون این عادیه؟ نه خیلی. داره به نظر منم نیست. واسه همین امروز اینجا کنار شما میخوام به روزای بدون الجای پایان بدم. الجای دیگه ببخشین این برای بعضیاتون سورپرایز میشه ولی دیگه باید انجامش بدم. الجای لطفاً به روزای بدون خودت پایان بده. میخوام زندگیمو با زندگیت گره بزنم. دوستت دارم. آفرین. باریکلا. مبارکه داداش. مبارکتون باشه. منم دوستت دارم. بله. اسم به افتخارشون. تا زمانی که قلبت بزنه زنده ای و چشمات هر چقدر بتونه دور دست ها رو ببینه جوانی. به اندازه دوستات خوبی، به اندازه دشمنات هم بدی. چشم و ابروت هر رنگی میخواد باشه یا هر رنگی ببینه همونی. تجربهات کافی نیست، هر چقدر بیشتر باشه به هدفت نزدیک تری. هر سنی میخوای باش تا زمانی که دوستت داشته باشن سر پایی. عجب، خیلی شعر قشنگی بود. مال خودتونه؟ نه قربان، من هیچ وقت نتونستم به این درجه برسم. یه شعر از جان یوجل بود. آها. آقا سینان، من الجایو با این شعرها و این نویسنده ها و این احساسات بزرگ کردم. لطفا منو سینان صدا کنین. به همین خاطره که دختر من خیلی احساساتی. سینان بعد از دست دادن مادرش روش زندگی که بلد بودم و بهش یاد دادم. البته یکم خیالیه. والا من از نتیجهش راضیم. الجای زن فوق‌العاده‌ایه. مادرش هم همینطوری بود. خانومم خیلی با محبت بود. ممنونم. ممنونم. و دو تا مردی که عاشقشونن عزیز دلم واسه هم دیگه شعر میخونن. برای یه دختر هیچ صحنه‌ای به قشنگی این نیست. من شیفته آدماییم که شعر میخونن چون خودم اصلا بلد نیستم بخونم. پس یعنی هنوز شعر زندگی تو پیدا نکردی؟ شاید دخترم بتونه توی پیدا کردنش بهت کمک کنه و امیدوارم یه زندگی مثل شعر بسازید. مامان جون، عزیز دلم، من دارم ازدواج میکنم. میدونم یه دفعه تصمیم گرفتم ولی یه چیز عجیب اتفاق افتاد. یه دفعه جلوم سبز شد. حالم خوب کرد. نگاهش به من، تون صداش، لمسش، رفتاراش و بودنش کنارم. دقیقا این حرف تو شد. دنیاشو بهم داد. اگه می دیدیش تو هم خوشت می اومد. کاش اینجا کنارم بودی. نبودن تلان بیشتر از قبل داره اذیتم می کنه. به افتخار عروس و داماد. بله. مبارک باشه. مبارکه. بله بله.
خوشبخت بشین. خوشی لگت کن. سینان امضا نزده زنزلی شدی که. کجاش زنزلیلیه؟ شنیدم خیلی از مردا از این کار خوششون میاد. صبر کنید صبر کنید، من تا اونجایی که یادمه سینان از اون خانواده هاش نبود. از این به بعد هرچی که به این زن مربوطه من مریضشم. آها جوابتو گرفتی جیگر. خیلی شب قشنگی بود، کاش اصلا تموم نمیشد. واسه همین همه میگن قشنگ ترین شب زندگیه. چی شده؟ اونا چی؟ آب؟ همه اشتر بده. خواب دیدی؟ آره. بد بود؟ فکر کنم حاملم. چی؟ تو داری چی میگی؟ چی میگی؟ مگه اینو اینجوری میگن اولجای؟ آخه یه چند روزی حالت تهوع دارم. یعنی 100%؟ مطمئنی؟ آره فکر کنم اینطوری حس میکنم. اولجای آخه اینو اینجوری میگن، مگه چی میگی تو؟ آخه همش تو فیلم ها این صحنه ها یه جور دیگن. آخه هنوز یه سال نشده ازدواج کردیم. اونجا دیوونه شدی؟ تو دیوونه شدی؟ خب باشه باشه عزیز دلم، خانم خوشگلم، تو یکی یه دونه من بودی، الان شدین دوتا، دیگه سه نفر میشیم. چی شد؟ یهو چت شد؟ فکر کنم الان خواب اونو دیدم. یه پسر خیلی خوشگل بود، دقیقاً شبیه تو. چه دختر باشه چه پسر، یه تیکه از وجودمونه. قربونت بشم. ابرو اینجا چی کار میکنی؟ باشه عصبانی نشو، من تصادفی اینجام،
بالا دوست دختر قبلی کانو دیدم، اون به هم گفت تو همسرت اینجایین. میدونم خیلی مسخره است، فقط خواستم بیام ببینم. میدونی من هنوز دارم باهات دعوا میکنم، انگار که هنوز روبرومی. جالب اینجاست که آخرشم من ازت معذرت میخوام. اسمشو چی گذاشتین؟ جان. جان، جانتون خیلی قشنگه. ممنونم. ابرو ببین، هیچی نگو، من خیلی اشتباه کردم، ولی چی کار کنم، دلم خیلی برات تنگ میشه. اینجوری کم کم حسی که بهت دارم تموم میشه میره. تو هم یکم مراعاتم رو بکن. ازت معذرت میخوام. ببخشین. خوب باش. باشه؟ اول جای خوبی؟ خوشگله؟ خوبم. خوابی که دیدم و یادم اومد. کدوم خواب؟ خواب اون شب، شبی که فهمیدم حاملم. چه خواب عجیبی بود مگه نه؟ مثل یه شوک بود برامون. بچه‌ای که تو خوابم بود به هم میگفت میترسم سینان. این که خیلی عادیه، شاید ترسیده نظرمون رو عوض کنیم، سختش کنیم ها؟ خدا رو شکر که به دنیا آمد. خیلی خستت کردم، برم تا هم یکم استراحت کن. باشه؟ انگار یه چیزی هست که بهم نمیگی. آره هست. من امروز اصلا بهت نگفتم دوستت دارم. یعنی همیشه دوستم داری؟ همیشه و خیلی هم زیاد. دروغ گو. اینا بوسای علکیه. نگاش کن. اینم علکی بود. به نظرم دیگه بیشتر از این امتحانم نکن. این یکی رو تازه به دنیا آوردی. کارهای دومی رو از اینجا شروع نکنی. باشه؟ چیزی لازم نداری؟ پس من میرم. اینو ببین چطوره؟ زده 3 سال به بالا. این به درد ما نمیخوره سینان. به نظرم تو دنبال یه چیزی برای خودتی. چرا اینو میگی؟ خب مال ما هم 3 سالشه دیگه. مگه چی میشه؟ خوشم اومده، میگیرم با پسرم بازی میکنیم. بیا دیگه. صبر کن. الو. بله. آره من الان بیرونم. میشه بعدن حرف بزنیم؟ کار دارم. باشه باشه. پس فعلا خدافظ. چیزی که میخواستی پیدا کردی؟ چی شده؟ چی شده؟ آها چیزی از سر کار زنگ زدن، حتما یه چیزی رو پیدا نکردن. گفتم بیرونم بعدا زنگ میزنم. چی شده؟ هنوزم بهت زنگ میزنه؟ کی؟ چرا اینجوری میکنی؟ چرا اعتمادم رو از بین میبری؟ چرا بهم دروغ میگی؟ من بهت دروغ نمیگم اولجای. تو بهم بگو کدوم زنی میره بیمارستان بچه نامزد سابقش رو ببینه؟ من بگم زنی که هنوز مثل قبل عاشق باشه. خب حالا چی میشه که بعد این همه سال یه زن مرتب به یه مرد متأهل و خوشبخت زنگ میزنه؟ اونم جواب میدم، چون مرده جلوش رو نمیگیره، چون این وضعیت غرورش رو خدشه‌دار میکنه. فکر میکنی نامزد قبلی من هی به هم زنگ و ایمیل نمیزنه؟ به نظرت من مثل تو رفتار میکنم؟ اول جایی مگه من چی کار کردم؟ از کجا بدونم ها؟ از کجا بدونم اون زنی که باز چه خوابی برات دیده؟ این چه طرز حرف زدنه؟ شاید هم هنوز همو میبینی. شاید هم روزا به بهونه سر کار رفتن میری پیش اون زنی که یه آشغال. شاید هم تو یه مرد آشغالی و من اینو تازه فهمیدم. ولم کن، دست بندازن. این حرفا چیه میزنی؟ ولم کن. برو ببینم.
میگم بدم لطفا آروم باشی. میخوای چیکار کنی ها؟ اگه آروم نشم میخوای چه غلطی بکنی اندازی؟ زنه بی تربیت غلطی فرهنگ رو خجالت اولجای چیکار کنی؟ بی تربیت میگم بدم کن. اولجای ازت معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. من اگه میدونستم اینقدر میخواد به همت بریزه ازت قایم نمیکردم اولجای. معذرت میخوام، اصلا اونطور که تو فکر میکنی نیست اولجای. خیلی کم زنگ میزنه، دلیلی برای ترسیدنت نیست، فقط میخواست صدا ما بشنوه. سینان من چیم شد؟ چیزی نیست، چیزی نشده، فقط دعوا کردیم. سینان اونجا چی شد؟ اولجای خوبی؟ حالت خوبه؟ من یه دفعه حالم خیلی بد شد، خیلی بد شد. چیزی نیست، فقط دعوا کردیم، تموم شد رفت. باشه؟ خیلی معذرت میخوام، دیگه هیچ وقت نمیذارم اینطوری بشه، قول میدم. باشه؟ ازت معذرت میخوام، خیلی دوستت دارم. بردونه پسر بشم، چی کار داری میکنی بابا جون؟ بازی. بازی میکنی؟ اولجای تو خوبی؟ سلین کجاست؟ سینان تو کی اومدی خونه؟ چرا زنگ درو نزدی؟ سلین رفت. تو صدای زنگ درو نشنیدی؟ نه حواسم نبود. هنوز حاضرم نشدی که، مهمونا یکم دیگه میان. خب حاضرم دیگه. چجوری حاضری؟ اینجوری میخوای بیای بین مهمونا؟ آره مگه چیه؟ مگه غریبه میخواد بیاد؟ دوستامون میخوان بیان، بابات میاد، قراره با هم غذا بخوریم و یه شرابی بخوریم، همه شیک و پیک میخوان بیان، تو اینجوری میخوای بیای بینشون؟ آره مگه چیه؟ اصلا تو کی اومدی خونه؟ خدای من، مجازات من هنوز تموم نشده نه؟ یعنی فقط به خاطر قضیه ابرو منو هنوز داری مجازات میکنی؟ نه سینان هیچ ربطی نداره. آره جونم آره، هیچ ربطی نداره، مگه نه؟ من نمیدونستم تو اینقدر کینه ای. چی؟ از چی حرف میزنی؟ تو شوخیت گرفته اولجای؟ نه اصلا. من برم لباسم رو عوض کنم. خدایا به من صبر بده. در روزهای بارانی با من معاشقه کن، زمانی که پرنده ها به سقف خانه نک میزنند و باران عطر تنم را تغییر میدهد. حوالی غروب های آتشین با من معاشقه کن، هنگام بخار کردن تنم و گرمای خاک آتشین بر دهانم. در روزهای بهاری در کنار جویباری با من معاشقه کن.
هنگامی که پروانه ها لابلای موهای فندقیت آویزانند و بستر ما رودهای خشکید و شنهای گرم هستند و سقف و دیوارهای من بید مجنون در شبهای تابستان، تا صبح با من معاشقه کن، معاشقه کن. تو را آنطوری در این دنیا رها می کنم که هر صبح با دید نوعی به اطرافت نگاه کنی، همانند لذتی مهیب و عجیب که سر تا سر ماهیچه های بدنت را گرفته. آفرین. فوق‌العاده بود. قربون دل و قلمتون استاد. عالی بودین. اولجای، انگار تو از شعر خوشت نیومده. بابا شعر قشنگی خوندی. خیلی چیز رمانتیک. آهنگین مثل خودت. ولی فکر کنم مامانم هیچ وقت این جنبتو ندید. همیشه برای اون شعرهای غمگین خوندی نه؟ اولجای، این یکی از اون شعرهاییه که خیلی دوست داری؟ همش پشت شعرهای بقیه قایم شدی، از خودت هیچی به اون ندادی. داری قلبمو میشکنی اولجای، چی شد یه دفعه؟ اولجای حتما شوخیش گرفته. عوضی بی شرف کثافت، بی آبریز، سگ خودخواه. اولجای آروم باش، اولجای آروم باش. اولجای ولم کن. اولجای بچه رو بیدار میکنی. اولجای اولجای به خاطر بچه. اولجای ولم کن. اولجای اولجای کان، برو ماشین رو روشن کن، برو ماشین رو بیار. امشب باید تحت نظر باشه. به نظرتون مشکلش چیه؟ آقا سینان باید روانشناس ببینتش، ولی با توجه به گفته هاتون یه افسردگی شدیده. یه دکتر ماهر بهتون معرفی میکنم. والا راستش از زایمان به بعد خیلی عجیب شده بود. من اولش فکر میکردم افسردگی بعد از حاملگی و ایناست، ولی اصلا بهتر نمیشد. عکس‌العمل‌های شدید نشون میداد، پرخاشگر میشد. بعضی وقتا یه جمله رو چند بار تکرار میکرد. شیرین زبون ترین زن دنیا بود، اصلا فوش نمیداد، ولی این اواخر تبدیل شده بود به یه آدم عصبی و بددهن. تو بعضی موارد افسردگی بعد از زایمان تا چند سال طول میکشه، میتونه به چند شخصیتی تبدیل بشه. این اواخر تو زندگیتون تغییری ایجاد شده؟ مثلا از دست دادن بزرگ خانواده یا یه تصادف بزرگ؟ نه، هیچی نشده. ما در حالت عادی خیلی خوشبختیم. باشه، پس من کارت همکارم و خدمتتون میدم، حتما یه سری به ایشون بزنید. بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش میکنم، انشالله خوب میشن.
آقا سینا، رفتار همسرتون با نشونه های افسردگی فرق داره. بیشتر نشون دهنده اختلال رفتاری. راستش ما داروهایی که داده بودین رو مصرف میکردیم، ولی انگار فایده ای نداره. البته درسته که یکم آرومتر شده، اما یه جای کار میلنگه. انگار همش داره فاصله میگیره، داره غرق میشه. لطفاً کمکمون کنین. آقا سینان، فکر کنم باید روش‌های دیگه ای رو امتحان کنیم. از استادم کمک میگیرم. ایشون یکی از بهترین متخصصای ترکیه در زمینه بیماری دمانزه. دمانز؟ زوال عقلی آقا سینان. بهتر این موردم چک کنیم. من یه چیزیم شده سینان. خودم حس میکنم. میگذره. صدامو میشنوی؟ میگم میگذره. دیر یا زود میگذره و میره. اگه نگذره چی؟ مواظب جانمون باش باشه. چرت و پرت نگو الجای. ببین، نذار دل کسی رو بشکنم. اگه همچین اتفاقی افتاد منو با خودت ببر. مگه من نیمه دیگه تو نیستم؟ هستی، معلومه که هستی. پس منو از خودت جدا نکن. اون گله رو یادته؟ گله چیز؟ منو یادت نره. آره، اون خود منه. میگذره. اونو چجوری پیدا کرده بودی؟ خیلی شبیه منه. اون که از دست ناره بودی. خوشت میاد. دوست داشتم بریم یه فیلم ببینیم. یه فیلم تنز مثلا. چی بود؟ جیم کری. تو که اصلا جیم کری رو دوست نداری؟ آدم وقتی درد داره دلش چه چیزایی میخواد. سینم جونم، تو همه چیز منی. همیشه پیشم میمونی. همیشه و همیشه. تو هر کاری بخوای بکنی من همیشه پیشت میمونم. آقا سینان، الجای خانوم، بفرمایید لطفاً. بیا بریم. بیماری همسرتون رو تو دنیا به نام بیماری پیک میشناسن. یه بیماری نادر مغزیه که معمولاً تو این سن بروز میکنه. خب این یعنی چی؟ مغز همسرتون به مرور بخش عمده ای از کار کردش از دست میده و این اتفاق به زودی رخ میده. آقا سینان، واقعا متاسفم. ولی اون که خیلی جوونه. بهش یه سری مسکن میدیم ولی هنوز درمانی برای بیماری پیک پیدا نشده. باید خودتون رو آماده کنید. متاسفانه دوره خیلی بدیه. چطوری میشه آماده شد براش؟ حمله های عصبی تشدید بیماری دمانس رو نشون میده. اختلال در تصمیم گیری، بی توجهی به خودش و اطرافیانش، گوشه گیری. متاسفانه اینا فقط در وهله اول اتفاق میفتن. باید به اطلاعتون برسونم که همسرتون 3-4 ساله که بیماره. بیماری خیلی سختیه. پیشرفت بیماری پیک از آلزایمر هم سریع تره. بی اهمیتی شروع میشه. بخش عمده ای از توانایی تکلمشو از دست میده. توانایی تصمیم گیریشو از دست میده. افسردگی روحیش یه ذره کم میشه. ولی چیزای بدتری اتفاق میفته. اون به سختی چیزیو به یاد میاره. مغز شروع میکنه به پاک کردن اطلاعات قدیمی برای گرفتن اطلاعات جدید. یه روز احساسشو نسبت به شما و پسرتون کامل از دست میده. متاسفم، فقط برای آمادگی شما این حرفا رو میزنم آقا سینان. بیماری پیک بیماری سختیه و برای نزدیکای بیمار واقعا طاقت فرساست. متاسفانه همسرتون رو به بدترین شکل از دست میدید. باید آماده و قوی بمونید آقا سینان. از هر کسی و هر چیزی کمک بگیرید.
ما پیشنهاد میکنیم که شما هم قرصای ضد افسردگی مصرف کنید. خوش اومدی عزیزم. سلین، بله آبجی، برو جانو بیار خونه. اما هنوز مونده تعطیل شه. گفتم برو زود بیارش، دیگه نمیخوام بره مهد کودک، میمونه پیش خودم. چشم آبجی، چشم، الان میرم. سفدا، همیشه کمک حالته، اگه بخوای میتونه از کارشم جدا بشه. لازم نیست. داداش میدونی که من کارم دست خودمه. هر وقت بخوای منم هستم. میدونم داداشم، دمت گرم. میدونی بدتر از همه چیه؟ همه اینه تقصیر منه. داداش چه ربطی به تو داره؟ ربط داره داداش. من یه زمانی دل خیلی رو شکوندم. حتی زندگی ابرو هم نابود کردم. سینان دیوونه شدی؟ این چرت و پرتا چیه میگی؟ آخرشم تاوانه. کارای من و زنم پس داد. جای خوبی؟ سینان نمیخوام فراموش کنم. نمیخوام تو و پسرمون رو فراموش کنم. فراموش نمیکنی. مطمئن باش فراموش نمیکنی. ببین دیگه نمیخوام اینو بشنوم. حتی اگه قبلا کسی نتونسته باشه ما با هم میتونیم، باشه؟ فراموش نمیکنی. ببین یه عالمه بازی گرفتم برای تقویت حافظه. میبینی؟ ببین اینا رو. اینا هم قرصای مکملن. اینجوری خود سر که نمیشه، باید از دکتر بپرسیم. من پرسیدم اولجای، من پرسیدم. پرسیدم قربونت بشم. ما اینا شکستش میدیم. یعنی من خوب میشم. خوب میشم. خوب میشی عزیز دلم. یعنی میشه خوب بشم. خوب میشی اولجای. خوب میشم. خوب میشی. میدونستی شانس بیماری تو این سن 1 در میلیونه؟ بدترینش هم فراموشیه. بدترینش. بقیه چیزا برام مهم نیست، ولی فراموش کردن تو و پسرم بدترینشه.
فراموش نمی کنی. باشه، من نمیذارم فراموش کنی. بیا یکم آروم باشیم. باشه، همچین اتفاقی نمیفته. اصلا بیا بریم بیرون. ها؟ بریم بیرون؟ یکم بگردیم. بریم سینما. خیلی وقت فیلم ندیدیم. بریم. بریم فیلم ببینیم. دیر همو پیدا کردیم ولی پیدا کردیم. آره جونم. به هم رسیدیم. بریم فیلم ببینیم. آلجای، هاکان، آلجای، این چه تصادف قشنگیه. من آلجای، آلجای، بیا بیا. بشین اینجا. من برم آب بیارم. آلجای، تو خوبی؟ بیا عزیزم. خیلی ممنونم. بیا یکم بخور. بهتری؟ آقا کجا بودی؟ یعنی چی کجا بودم؟ همین اطراف بودم. زمان زیادی گذشته، دلم برا تنگ شده بود. کجا بودی؟ منظورتو نمیفهمم. اولجای، اولجای کجایی تو؟ همه جا رو دنبالت گشتم. باشه بریم. ببخشید یه لحظه، شما کی هستی؟ ببخشین، شما دوست اولجایین؟ سینان، این هاکانه. هاکان، سینان همسرمه. اهم، فهمیدم. سلام. سلام. پس هاکان شما این. ببخشید، من اولجایو که دیدم سر میز دعوتش کردم. خیلی وقت ندیده بودمش. البته خسته به نظر میاد. بله بله، یکم خسته است. ما داشتیم میگشتیم، یه دفعه هم دیگر رو گم کردیم. منم داشتم دنبالش میگشتم. یکم عوض شدی. ولی تو همونی. شنیده بودم ازدواج کردی ولی با همسرت آشنا نشده بودم. قسمت بوده امروز آشناشیم. ما دیگه بریم. مراقب خودت باش. تو هم همینطور، اولجای. خدافظ. به سلامت. سلامت باشی. هاکان چی شده؟ اون کی بود؟
هر چی زمان میگذره همه چیز پیچیده تر میشه. اونقدر درگیر مشکلمون شدین که خونه رو ول کردین. سلین هم هنوز پیش ماست. انگار داره با ما زندگی میکنه. خونوادش میخوان که دخترشون رو ببینن. بچه هم هست. مامانم کمک حالمونه، ولی خب دیگه خیلی کم حرف میزنه. هی میره تو فکر. حافظش هم هی میره و میاد. جای وسایل رو یادش میره. بعضی وقتا جانو به چشم غریبه نگاه میکنه. جلو چشمم داره آب میشه. چطور میشه دارویی برش نداشته باشیم؟ چطور ممکن آدم ها برش چاره‌ای پیدا نکنن؟ پولمون داره تموم میشه. امیدمون داره ته میکشه. زندگیمون داره نابود میشه. حالی نمونده برامون. یه امید کوچیک خواستیم اما نیست دیگه. بعضی وقتا میخوام بدوام، فقط برم بدوام تا جایی که ششام بتره، که فقط بدوام. اصلا نمیدونم به کجا دیگه. فقط میخوام بدوام. شاید بتونم با دویدن به دستش بیارم. مسخره است. روزتون بخیر. سینان تو اینجا چی کار میکنی؟ چرا نمیری تو؟ حالت خوبه؟ خوبم، بعدک نیستم. ولی خوب به نظر نمیای. چیزی شده؟ یکم بیخوابم، واسه همینه. ولی تو به نظر خوب میای. کم و بیش خوبم. روزای سختی بود، الان خدا رو شکر بهترم. یه سوال ازت بپرسم. بپرس. تو ولش کن، بیخیال. لطفاً بپرس. اگه وقت داری میتونیم با همدیگه بریم و قهوه بخوریم. قول میدم این دفعه گریه نکنم. منو نفرین کردی؟ البته که کردی. کردی. ولی از ته دلت بوده؟ نمیفهمم چی داری میگی؟ من تو رو ناراحتت کردم. دیگه گذشت رفت. باشه. حالا الان خیلی خوبه. ببی؟ تبریک میگم. پسرت چطوره؟ خوبه. داره بزرگ میشه. خیلی عمالی. همسرت چطوره؟ خوبیم با هم؟ خوبیم. خیلی خوبیم. من
من دیگه بهتره برم. مواظب خودت باش. بیخوابی هم نکش. حالت بد به نظر میاد. باشه. تو هم مراقب خودت باش. تبریک میگم. خدافظ. میبینمت. اولجای عزیزم، میدونی وقتی دو نفر عاشق هم میشن همه ی اینا فقط تو 5 ثانیه اتفاق میفته؟ سینان اینجا بمون، بمون. نرو اصلا. من جایی نمیرم. تو رو هیچ وقت ولت نمی کنم. همیشه پیشت میمونم. هر نفسی که میکشی من کنارتم. وقتی به تو فکر میکنم گرم گرم میشم. میرم پیش ابرا، بعدش بارون میشم و میبارم و یه شعر میشم. روزا با نور خورشید و شبا با ما حرف میزنم. تو هر ماه کامل کنارت هستم. قطره ی اشکی میشم که از پشت پلکات میلغزه و میاد پایین. بعضی وقتا یه پرنده ی کوچیک میشم که از شاخه نگات میکنه. بعضی وقتا شکل یه سگ کوچولوی با نمک میشم. بعضی وقتا یه درخت چنار بزرگ که همیشه سر بلنده و تو پاییز برگامو میریزم رود. تو تابستون سایت میشم. هر نفسی که بکشی من کنارتم. از تو دور ولی خیلی نزدیکم. سینان جانم تنهام نذار. اولجای امروز خیلی حالم خوبه. خیلی خوشحالم. میدونستی؟ عالی به نظر میرسی. وایسا یه دقیقه بلند نشو. آره عالیم، چون عالی حس میکنم. برات یکی از شعرهای مورد علاقمو بخونم؟ خیلی کوتاه. شعر ول کن بابا، تو بیا اینجا ببینم. بخونم یا نخونم؟ اوف باشه باشه، بخون ببینم. و
ولی تو بغلم بخون. من خیلی دلتنگت شدم. مرد بزن. میگه میدونستی چیزی به اسم مرگ وجود نداره؟ زن میگه آره میدونستم. حالا که من مردم، پیراهنت اتو کشیده توی کشوته. من فقط یه گل رز ازت میخوام. تموم شد؟ تموم شد. این چی بود دیگه؟ این شعر از کجا آمده؟ اسم شعر تقریبا کامله. خیلی دوستت دارم. تو منو خیلی خوشحال کردی. منم تو رو خیلی دوست دارم. زود باش دیگه بخواب. من صدات کردم میای. آخه اولجه. زود باش. نرو. اولجای 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 چی شده؟ بیا باورم نمیشه من هنوز تو شوکم خوش اومدی مبله کجاست؟ کدوم مبله؟ کاناپه قرمزه ها. اون مبتک نفره نیستش خیلی قدیمی شده بود نه اون که خوب بود من دارم خواب میبینم پس بالاخره باید همون میدیدیم. من اون روز نتونستم یه چیزایی رو بهت بگم. بیا بشین. خیلی به هم ریخته است. شرمنده. بشین بیا.
من خیلی سعی کردم پیدات کنم. تو همیشه خاص موندی. خیلی پشیمون شدم. کار خیلی بدی کردم. هر چی بگی حق داری، ولی منم پشیمون شدم. بعد تو دیگه هیچی درست پیش نرفت. چی شده؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا اینجوری حرف میزنم؟ چون من هنوزم تو رو دوست دارم آلجایی. گفتم دیگه، اون روز که توی کافه دیدمت خیلی حالم خراب شد. ما خیلی قشنگ بودیم آلجایی. مگه چی کار کردی؟ عکسشو دادیم به پلیس. تو هم قشنگ گشتی؟ دیگه باید به باباش خبر بدی. چه میدونم آخه کان، مگه من میفهمم دارم چی میگم؟ میخوای سینان چطور باشه؟ خیلی خوب، فقط سری بیا. اصلاً یادم نمیاد خواب بود یا واقعیت. یعنی واقعا منو بوسید و رفت؟ شده بعضی وقتا بین خواب و بیداری باشی؟ خیلی قشنگ بودش. گفت منو خیلی خوشحال کردی. یه شعر برام خون به اسم تقریبا کامل. و رفت. هاکان الان اصلا وقتش نیست. چی؟ چی؟ خوبه که هستی. اولجای نکن. این درست نیست. نه درست نیست اولجای. اشتباهه. تو خودت نیستی. پایینه. هاکان ممنونم. اولجای عشقم، همه جا رو دنبالت گشتم. سفدا، این مرد کیه؟ چه خبره؟ اولجای. اولجای. اولجای منم. منم سینان. شوهرت. بیا عزیزم. بیا بریم خونه. بیا. رفیق. تو خفه شو مرتی که یه کسافت. تو لال شو، بعدم به حساب تو میرسم.
اولجای بیا. بیا بریم عزیزم. بیا قربونت. آکان چه خبره؟ هیچی نیست اولجای، آروم باش. مگه نمیبینی داری میترسونیش؟ ای خدا لعنت بهش. تو ساکت شو. اولجای ببین عزیزم، لازم نیست بترسی، بیا بشین حرف بزن. چی حرف بزنیم؟ ها چی حرف بزنیم؟ ما چه حرفی داریم اینجا بزنیم؟ اولجای بیا عزیزم. یه کم آروم باش. بلم کن مرسی که. بلم کن. سینان تو رو خدا وایسا، تو که میدونی تو چه وضعیه. یکم چیو میدونیم؟ چیو؟ اولجای بجم. بدو اولجای بدو. برو بیرون. برو. از اینجا برو بیرون. بیرون. برو. برو بیرون. سینان. برو بیرون. سینان. اولجای. باشه. باشه آروم باش. بازم میایم. اولجای. اولجای بیا. برو. 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 برو پسرم. پیش اونه. یه هفته پیش اونه. انگار که من اصلا نیستم. یا اصلا همدیگر رو نمیشناسیم. همدیگر رو ندیدیم. اصلا عاشق نکردیم. یه بچه نداریم. اسمشو جان نذاشتیم. انگار این بیماری کوفتی سراغمون نیومده. انگار که منو ترک کرده، ولم کرده، گذاشته و رفته. انگار منو ول کرده و رفته پیش اون یارو. میدونی که اصلا همچین کاری نمیکرد. اصلا ولت نمیکرد. نمیکرد سبدا، مگه نه؟ ولم نمیکرد بره. داداش ما قبلا چجوری بودیم؟ آخه من یادم رفته چجوری بودیم. ما خوشبخت بودیم؟ خوب بودیم؟ تو دیوونه شدی؟ شما خیلی خوشبخت بودین. مثل الماس می درخشیدین. ساله باور نکردنی و با هم گذروندین. عشق 30 ساله رو تجربه کردین. این کار رو کردین مگه نه سفته؟ معلومه که کردین. ما هم از دور نگاه می کردیم. می گفتیم ما باید اینجوری عاشق بشیم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتیمنت. چیزی می خواهی؟ آره، زنم رو می خواهم. ببین، ازت خواهش میکنم دوباره شروع نکن. باور کن منم تحمل ندارم. ببین اون جاش کنار منه، کنار بچه‌شه، خونه خودشه، فهمیدی؟ چند روز پیشم باز خواستی ببریش، کل ساختمون رو ریختی به هم. به نظرت کار خوبی کردی؟ من دیگه نمیتونم اونو اونجوری ببینم. تو میتونی؟ خب تو نمیفهمی هر روز حالش داره بدتر میشه؟ مگه میشه نفهمم؟ یه روزم منو یادش میره. بعضی وقتا به چشم یه غریبه به هم نگاه میکنه. خب غریبه ای دیگه، غریبه ای. شوهر اون منم. هیچ کس اینو یادش نمیره، نگران نباش. پس تو داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ داری یه کاری میکنی ببخشتت؟ داری وجدانت آروم میکنی؟ چی کار میکنی؟ متاسفانه این ممکنه. پس داری چی کار میکنی؟ دوستش دارم. تا آخرین نفرگم که بهش فکر کنم خودمم. اگه اون روز اون غلط رو نمی کردم، جای تو من بودم. تو با یکی دیگه ازدواج می کردی و از هیچ کدوم از اینا روحت هم خبردار نمی شد. من اولجای ناراحت کردم. تو اونو خوب کردی سینان. آره، الان من ازش مراقبت می کنم. برای یک کاش بیشتر از این از دستم برمی اومد. کاش چیزایی که تو بهش دادی و منم بهش می دادم. واسه همین دیگه ساکت شو. خسته شدم دم به دقیقه بهم تیکه می اندازی.
کجا میخوای بری؟ فرقی نداره. دیگه تو این خونه نمیتونم بمونم. خوش اومدین آقا سینا. ممنونم. همه اومدن؟ بله داخلن. سلام جان جان. مامان چطوری؟ خیلی خوب. خوبه. قسم میخورم این به ذهن سفدا رسید. خوب کاریم کرد. من فکر نمی کردم. همش تو خودم غرق بودم ولی سفدا. آخ سفدا. چجوری برات جبران کنم؟ اصلا نذاش حس کنم تک بچم. اگه تو نبودی هیچ وقت دوستی زنا رو باور نمی کردم. می دونم همیشه مراقبم بودی. حتی کنار سینان. ولی خب مراقب خودت نبودی. رفتی عاشق دوست سینان شدی. اون بدتره. بدتر از سینان عاشقی گفته باشم. من نمیتونم همین جوریش احساسیم. بابا جون راستش همش به خاطر اونه که اینقدر احساسیم. امروز که فکر میکنم آره من از زندگی بریده بودم. همش احساساتی می شدم. ولی تو به من گفتی از گریه کردن نه. از گریه نکردن به ترس. تو منو اینجوری بزرگ کردی. از کسی ناراحت نیستم. باید قبول کرد که هر کسی می تونه خطاکار باشه. مثلا ترکان خانم. مطمئنم الان اونم از اولین روزی که با هم آشنا شدیم خیلی پشیمونه. ولی وقتی مادر شدم من هم درکش کردم. وقتی یه پسر داشته باشی انگار نمیتونی اونو با کسی ببینی. سینان اون روزی که گل منو یادت نره رو بهم دادی من اون روز عاشقت شدم. منو از ناراحتی هم آوردی بیرون. به زندگی معنی دادی. هیچ وقت کسی رو به اندازه تو دوست نداشتم. همیشه دوست داشتم با هم باشیم. کنار جانمون. میدونم یه روز تموم میشه. تو خوبی؟ میخوای صبر کنی؟ یه چیزی شبیه حمله عصبی بهم دست داد. داروم اونجاست.
فیلمو الان بهشون نده. بعدن. بعد چیز بده. اولجای چی میگی؟ مسخره بازی در نیار. قول میدی؟ باشه قول. ببین تو چای خواهرمی. باشه قول میدم. خب حالا روشنش کن. کم مونده. الان بهترم جان، نتونستم خیلی پیشت باشم. تو هنوز به دنیا نیومده بودی که من خواب تو دیدم، پسر قشنگم. اون موقع بهم گفتی نترس مامان. نمی ترسم چون یه بابای فوق‌العاده داری، ولی ناراحت میشم که کنارت نیستم. تو هم مجبوری مثل من بدون مادر بزرگ بشی، اما بابات بهت مردونگی و قابل اعتماد بودن و با شرافت بودن و یاد میده. پدر بزرگت بهت مهربونی و خوبی و فداکاری و مادر بزرگت بهت خون سردی و اعتماد به نفس و خالص افتاد بهت دوستی و رفاقت و کمک کردن رو یاد میده. بقیهش دست زندگیه. ولی تو اصلا نترس. اون موقعا منو ببین. چون من همیشه یه تیکه از وجودتم. ما همچون خانواده ای هستیم. ولی انگار زیاد متوجهش نیستیم. الان تو اتاقت خوابی. یکم دیگه میرم میبوسمت. هر بار که این فیلمو میبینی فکر کن که من بوسیدمت پسرم. به بابات کمک کن. ولی بابات هیچ وقت این اجازه رو بهت نمیده که منو از یاد ببری.